میدیای قبل از تصویرگیری خب باید دو قلوشو یا جفتشو در صحنه اصلی کار بگیریم. اینجا ویدیوهای 55 ترشورت 45 بوده. میریم از روش G2 میریم. ببینیم روش اولیه عمومی G2 پاسخ میده یا روش دوم G2 که با انتخاب پلاتینه. اوتورانو میزنیم. آره یک. G2 رو انتخاب میکنیم. P100. CLCM میکنیم. دیکیپ هاتراک رو میدیم. P100. DB80 یا 95 باید پاسخ بده. میریم در DB80. دو قلوه ویدیوی قبل تصویرگیریمون که 55 بوده رو برابر ترشورد 45 بعد در DB80 یا 95 بگیریم. خب نداریم. فعلا در این تصویر نداریم. میایم تیک تیپ پلاتین رو انتخاب میکنیم. خب این روش اولیه عمومی G2 بود دیگه. میریم پلاتین رو انتخاب میکنیم تیک تیپشو. این حق رو داریم در صحنه اصلی کار این کار رو انجام بدیم. حالا زمان تمرین هم شدنیه. این مال اهدافیه که بازتابشون سخته، مشکله یا درست نبوده یا صحیح نبوده یا خطا شده تو صحنه اصلی کار، حالا عاملی یا هدف در منبع دیگه قرار داشته یا عمقش خیلی زیاده. عوامل گوناگونی میتونه وجود داشته باشه در صحنه اصلی کار که این خطاها رو ایجاد کنه یا تفاوت تغییرات داخلی رو برای تشخیص هدف اصلی افزایش بده که میدان رو قابل مشاهده بکنه. خب تیک تیپ پلاتین رو انتخاب کردیم. P100 رو میزنیم. میریم سراغ DB80. DB80 رو میزنیم. خب در ترکیبی که ما باید داشته باشیم، خب باید دو قلوه 55 رو داشته باشیم که بهمون پاسخ درست رو بده دیگه برای صحنه اصلی کار. خب زمان تمرین میتونه تک لکه بیاد، میتونه گوشه بره، میتونه ویدیوهای 45 تا 65 بیاد، میتونه با هر دیوی متفاوتی هم از هم مطابق ترشولدمون نباشه. زمان تمرین سیگنال ضعیفه. این صحنه اصلی کار رو با دیوی 80 95 بعد بیاد. خب یه 55 وسط داریم فعلا. فعلا اینو داریم. یه 55 هم این گوشه است، یه 55 هم این گوشه است. خب حالا این ست 55 بوده که در اصل این با این یکی هست، چون اینجا اپراتور عمقی زیاد بوده و فلزات آلیاژی اطرافش بوده و مسائلی. حالا در اینجا واسه اینکه لکه رنگ رو منظم بکنیم، چون پلاتین رو انتخاب کردیم، میتونیم بیایم تیک تیپ پول تبو برداریم در روش دوم G2. چرا این پول تبا برمیداریم P100 میزنیم؟ یکی که این اعداد سر جاشون برای صحنه اصلی کار بمونن ویدیوهای قبل تصویرگیری مثل 55. یکی اگه پول تبا و منابع اضافه بوده حذف بشه که شد. حالا میبینیم که اینجا ما یه 55 در مرکزیت داریم، یه دونه در اینجا داریم و یه نصف نیمه هم در اینجا. این درست به این چسبیده. اگه این رو در نظر بگیریم، این رو سر یا بالای این قرار بدیم، خوش به یه لکه. خب تا اینجا ما پاسخ اصلی هدف مورد نظر رو برای صحنه اصلی کار در این شرایط در روش G2 شو گرفتیم که خب در روش G1ش هم همین جاها به ما میده اون ویدیوی مورد نظر رو. حالا یه کمی تغییر شکل داره که اون ایرادی برش نیست، از جاشه که درست و دقیق باشه. هرچند که اینا در یک خط مستقیم در یک جا نیستن که این خب خطای اپراتور بوده. اینا تفاوتای صحنه اصلی کاره که شما اصلا نیاز به تمرین هم ندید. با دیدن این نوع تصاویر و روش های گوناگون علمی و پایه‌ای میتونید وجود هدف اصلی رو از منابع دیگه تشخیص بدید و حتی با تغییرات داخلی هم میشه تشخیص داد. ولی در صحنه اصلی کار همه روش ها باید پاسخ بده. زمان تمرین امکان داره یکی دو روش پاسخ بده، بقیه نده، چون سیگنال ضعیف مهم نیست. ولی صحنه اصلی کار بسیار مهم هستش برای این موضوعاتی که مطرح میشه. اپراتور اگر خطا بکنه خطا میشه، درست عمل کنه درست میتونه هدف اصلیشو تشخیص بده. حالا اینکه چه منابعی سر راش هست و چه عمقی داره و به چه صورته، اینا دیگه برمیگرده به اطلاعاتی که اپراتور داره. سیستم بنابر دستور اپراتور درست عمل میکنه اگر اپراتور اطلاعات درست بده. اگه اپراتور خطا بکنه سیستم هم خب باستاب برگشت میدانی که میگیره خطا میکنه. حتی وجود هدف رو میتونه بگه هدف نیست، نبود هدف هم میتونه بگه هدف هست. خب اون خطای اپراتور، خطای زمین یا منابع دیگر تشخیص نده، در بود هدف نتونسته درست کار کنه، مرکزیت رو بگیره، یا اصلا مرکزیت هم بوده درست تنظیمات انجام نده. اینا دیگه مربوط به اشتباه اپراتوره، دیگه ربطی به کار اصلی سیستم از نظر پایه علمی و فنیش نداره.